سلام دوستان، با کلاس 25 از آموزش چهره پورتره با شما هستم. چهره رو از روی منعکس انتخاب کردم. شروع کار مثل همیشه با خطوط کمرنگ، اشاره به فضای بیزیوار چهره و مشخص کردن عناصر اصلی صورت. چانه بود، گوش بود، فرق سر، پشت سر، گردن. یک اشاره به قسمت کول کردم. الان دارم محل قرارگیری چشم و بینی رو و دهان رو مشخص کردم. ببینید مداد رو چجوری گرفتم برای این مرحله از کار. مقدار زیادی از مداد رو ببینید اینجوری بیرون از دستم هست، به خاطر اینکه زیر کار رو من بتونم ببینم، زیر دستم رو در واقع کل کار رو بتونم با هم ببینم. این خطوط کم کم به هم دیگه پیوسته میشن و یک فضایی رو به حال اصلا سایه روشن نیست، ولی خب یک مقدار تیره تر میکنه. تکرار این خطوط مشخص‌تر میکنه کار رو. مشخص کردن دهان، قسمت چانه و فک، اشاره به محل موها، گونه، خطوط کمرنگ رو ببینید. تمام عناصر اصلی صورت مشخص شده. ببینید چشم ها فقط محل قرارگیریشون حفره چشم الان پیداست. شروعی به باف و جهت موها، چون که محل قرار گرفتن چشم مشخص است، خیالم از این بابت راحته که چشم ها سر جای خودشون قرار میگیرن. یعنی همین که فضای زیر ابرو و فضای بالای گونه، یعنی همون قسمت گودی حفره چشم پیداست، قسمت اصلی کار حل. اشاره به حجم دهان و بینی، الان با مشخص کردن قسمت مژه ها ببینید این خطوط حادی از گوشه بینی میاد بالا و گوشه چشم ها رو مشخص میکنه. هر دو چشم رو موازی با هم دیگه انجام میدم. خیلی به آهستگی کار رو پیش برد. دونه دونه از رو کار نکنید. زود زود دستتون رو
ظرافت و دقت دارم تیرگی ها رو ایجاد میکنم، چرا که نمیخوام این بافتی که موها داره این بافت رو از دست بدم. تونالیته ای که چشم ها داره هیچ وقت زود سراغ موژه یا تارهای موی ابروها یا موی سر نهید، اول یک تار میزنید. ببینید هم موی سر هم ابروها اول یک تونالیته داریم میزنیم و با محفظون دارم محفظ میکنم خطا رو، بعد بافت مو روی این قسمت تونالیته میاد.